صدای آوازش از چند کوچه آن طرفتر به گوش می رسید. نزدیکتر که شدم دیدم پسری جوان دارد ساز استاد را می نوازد. نیما شاگرد استاد رابطی است. استاد عیسی رابطی مقدم که بهار اردیبهشت ماه فوت کردن تقریبا 75 سال مسکر بود. این سندانه که اینجاست مال استاد عیسی رابطی مقدم سری چکوشا کلن سفیدکاری و فنون مسکری دائم از ایشون یاد گرفت. حالا نیما اینجا زیر نظر داییش دارد الفبای مسکری می آموزد. این صنعت خوبیه، این شغل هم یه صنعت هم یه هنره. آقا دایی هم در خانه پدریش دارد گوشه ای از تاریخ این شهر را حفظ می کند. کار مسکری رو از مرحوم حاج عیسی رابطی یاد گرفتم. ظروف قدیمی رو که میارن بازسازیش می کنیم. ظروفی که بخند تو بازار موجود نباشه می سازیم و عمده کارمون هم سفیدگریه. تنها شاگرد استاد رابطی اکنون تنها استاد مسکری در سنندج است. ایشون جدا از شغل مسکری به من یاد داد که نسبت به مشتریان متعهد باشم. هدف من فقط کسب سود و درآمد نیست، اینه که روحم نسبت به اون کاری که انجام میدم آرامش داشته باشه، نونش حلال به قول معروف. کاک شهرام اینجا تنها نیست. من سینا هستم با برادرم نیما که دو قلو هستیم. از 15 سالگی مشغول این کار شدیم و الانم تقریبا 5 ساله که کار میکنیم. قرن هاست که مسکران کردستانی با ابزاری ساده کار میکنند، اما حالا این استادکار جوان با خرید دستگاهی نسبتاً مدرن میخواهد طرحی نو در اندازد. هدفمون اینه که یه برندی واسه این شهر درست کنیم. بگن این تولید سنندجه از قیافش، از سبکش، از مسی که به کار رفته مشخص باشه. مسگری در سنندج یکی از ده ها صنعت باستانی است که داشت نفسهای آخرش را میکشید. ام صنعت و صنعتگل تر فرمان لبین چو. یکی از دلایلی که مسگری از رونق افتاد این بود که مردم به ظروف بدلی و چینی و اینا رو یاوردن. خب از وجود مس تو خونه ها غافل شدن. اما حالا با وجود این جوانان دارد به زندگی باز میگردد. این صنعت تنها یکی از مشاغل فراموش شده در سنندجه. بهنام امیری، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.